آیا عقیده و مذهب در زندگی ما انسان‌ها ضروری است؟ درود به شما همراهان گرامی. آیا تحت نام عقیده و مذهب میتوان به آزادی دست یافت؟ برخی معتقدند که با پیروی از مذهب میتوانند به آزادی برسند، اما آیا واقعا چنین است؟ در واقع هرچی بیشتر به مذهب بچسبید، بیشتر در تنگنا قرار می گیرید و آزادی های شما بیشتر از شما سلب می شود. برای دستیابی به آزادی باید مستقیماً به دنبال آن باشید، نه اینکه عقیده را وسیله برای رسیدن به آزادی قرار دهید. زیانهای مذهب 1. محدودیت آزادی ها. بسیاری از ادیان قوانین و مقررات سختگیرانه دارند که می توانند آزادی های فردی را محدود کنند. 2. ایجاد تفرقه و تبعیض. مذاهب می توانند باعث تفرقه بین انسان ها و گروه های مختلف شوند و تبعیض های اجتماعی و فرهنگی ایجاد کنند. 3. سوی استفاده از قدرت. در طول تاریخ بسیاری از رهبران مذهبی از قدرت خود سوء استفاده کرده و عدالت را نادیده گرفتند. راه حل برای آزادی بدون مذهب: آگاهی و آموزش. برای دستیابی به آزادی واقعی نیاز است که افراد از حقوق و آزادی های خود آگاه باشند و آموزش ببینند. احترام به حقوق دیگران. آزادی زمانی به دست می آید که حقوق و آزادی های دیگران نیز محترم شمرده شود. ترویج عدالت و برابری. با ترویج عدالت و برابری در جامعه می توان به آزادی واقعی نزدیک شد. ارتقای ارزش های انسانی. ارزش های همچون احترام، محبت و همکاری باید جایگزین تعصب های مذهبی شوند. دوستان عزیز، در مذهب و دین هیچگاه آزادی و عدالت کامل نبوده است و من ضررهای مذهب و دین را خلاصه برای شما برشمردم. بنابراین شما در مورد فواید مذهب و دین نظراتتان را با من به اشتراک بگذارید. در ویدیوی بعدی در مورد آزادی بدون مذهب خواهیم پرداخت. امیدوارم این پیام بتواند شما را به تفکر وادارد و در مسیر زندگیتان کمک کند تا به آزادی واقعی دست پیدا کنید. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم. با امید دیدار در ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.